خبرهای پیرامون تحولات عراق. در پی اظهارات مالکی علیه نیروهای ملی و تظاهرکنندگان در بصره، سخنگوی متحسنین سامرا اظهارات وی را رد کرد و گفت مردم با اعتراض به مالکی و شعار الشعب یرید اسقاط النظام جواب او را دادند. متحسنین همچنین شعری با ترجیه این بند که دولت طائفی است در واکنش به اظهارات مالکی می‌خواندند. حمید الزبعی نماینده پارلمان عراق در اعتراض به اظهارات مالکی گفت مالکی صدای میلیون ها نفر از مردم را که خواستار حقوقشان هستند نمی‌شنود و اظهارات او باعث افزایش خشم و غضب تظاهرکنندگان شده است. شعلان الکریم نماینده مجلس عراق از العراقیه اظهارات تهدیدآمیز مالکی علیه تظاهرکنندگان را محکوم کرد و گفت ما می‌دانیم که هدف مالکی از رفتن به بصره جز دمیدن بر تنور طائفه‌گری نیست. وی افزود چنانچه مالکی به سازمان دهندگان تظاهرات دست درازی کند، چه در الانبار و چه در صلاح الدین یا در موسل یا سامر را و یا در دیالی و هویجه، ما همه یک تن واحدیم و اجازه نخواهیم داد کسی سازمان دهندگان تحصنها یا تظاهرات را بازداشت کند یا تحت فشار قرار دهد. ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. رژیم ضد بشری آخوندی 4 نفر را دیروز و امروز صبح در قزوین بهان به دار آویخت. صبح روز گذشته دشخیمان خامنه‌ای 3 نفر را در زندان چوبین در قزوین به دار آویختند. دادستان رژیم در بهبهان نیز اعلام کرد 1 تن که حکم او توسط دیوان عالی رژیم تایید شده بود، صبح امروز در زندان مرکزی بهبهان اعدام شد. گزارش ها حاکیست ظرف 1 هفته گذشته حداقل 57 نفر توسط دشخیمان خامنه‌ای به منظور مقابله با خیزش عمومی اعدام شدند. پاسدار جعفری، سرکرده کل سپاه پاسداران رژیم ولایت فقیه، بار دیگر فاش کرد خامنه‌ای بیش از هر زمان دیگر بر آمادگی سپاه برای درگیری‌های محتمل جنگی رژیم تاکید دارد. پاسدار جعفری که برای پاسداران نیروی دریایی سپاه در چابهار صحبت می‌کرد گفت امروز ولی امر مسلمین بیش از هر زمان دیگری از ما درخواست ایفای نقش فعالتر و دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر دارند. رهبر نظام به بهترین شکل ممکن استراتژی و خط مشی ما را مشخص کردند و اهتمام ما باید تحقق دغدغه‌های ایشان باشد. سرکرده کل سپاه پاسداران جهل و جنایت فلسفه وجودی سپاه را پاسداری از نظام و صدور انقلاب توصیف کرد و گفت سپاه در هر جایی ضرورت پاسداری ایجاب کند آمادگی انجام مأموریت دارد. یادآوری می‌کنیم پاسدار جعفری در اواسط بهمن ماه نیز گفت خامنه‌ای هفته چند ساعت در جلسات آمادگی دفاعی و نظامی را پیگیری می‌کند. آخرین خبر این ساعت، تلویزیون الجزیره گزارش داد هزاران تن از مردم فلسطین در مراسم تشییع جنازه عرفات جرادات که در زندان اسرائیل بر اثر شکنجه به شهادت رسید شرکت کردند. پیکر این زندانی فلسطینی از بیمارستان به زادگاهش منتقل شد و در میان انبوه جمعیت شرکت کننده تشییع شد. وزیر اسرا و آزاد شدگان فلسطین عیسی قراغه اعلام کرد گزارش انستیتوی پزشکی نشان می‌دهد که او بر اثر ضربات و شکنجه که آثار آن بر روی بدنش مشاهده می‌شود کشته شده است. اسرای فلسطینی در تمامی زندان‌های اسرائیل عزای عمومی اعلام کردند
و در اعتراض به شهادت عرفات جراداد دست به اعتصاب قضا زدند. شهر الخلیل و چند شهر دیگر شاهد درگیری بین جوانان فلسطینی و نظامیان اسرائیلی بود.